سه تا دوست قدیمی بعد از اینکه از زندگی یک نواختشون خسته میشن تصمیم میگیرن دوباره خوشگذرونی های دوران دانشجویشون را بندازن. توی این مسیر با دخترای هلوی زیادی میرن روی تخت، اما دیگه مثل قبل توان تلم بزنی ندارن، پس تصمیم میگیرن. رفقا سلام، فیلمی که امروز معرفی میکنم یه فیلم کمدی و درام محصول سال 2003 از کشور آمریکاست، به اسم مدرسه قدیمی. توی صحنه اول با مردی به اسم میچ آشنا میشیم که وکیله. اینجا میبینیم دوست دخترش هایدی داره با چند نفر دل میده و قلوه میگیره. دختره میگه فقط برای سرگرمی کارو کرده و قصد حال دادن بهشون نداشته. اما میچ باور نمیکنه و خیلی ناراحت میشه و رابطهشون به هم میخوره. اون کراش قدیمیش نیکولو تو عروسی دوستش فرانک میبینه. میچ حسابی مست و خرابکاری میکنه. قهوه داغ میریزه رو لباس نیکول. بعد از به هم خوردن رابطهش دنبال خونه میگرده. اون خونه نزدیک دانشگاه پیدا میکنه. اینجا برنارد دوست صمیمی میچ رو میبینیم که صاحب فروشگاه زنجیره‌ای وسایل الکترونیکیه. برنارد برای بالا بردن روحیه دوستش توی خونه جدید میچ مهمونی میگیره و اسنوپ داگ به این مهمونی دعوت میشه. به همه حسابی خوش میگذره. اونا خاطرات دوران دانشجوییشون براشون زنده میشه. اینجا فرانکو میبینیم که قبلنا به کله خر بودنش معروف بوده. زنش فکر میکنه سر عقل اومده و سراغ این کارا نمیره. فرانک حسابی مست میکنه و دیوونه بازی در میاره. زنش میبینتش و خجالت زده میشه. صبح روز بعد میچ از خواب بیدار میشه و میبینه یه شاه سوراخ به اسم دارسی پیشش خوابیده. اون نگران میشه که دیشب تو مستی تقیه دختره رو زده، اما بعد متوجه میشه اتفاقی بینشون نیفتاده. بعد از اون مهمونی دوستا دور هم جمع میشن. اونا خیلی سر به سر دین پریچارد میذاشتن. دین دوست مشترک همشونه. دین بهشون میگه این خونه برای خدمات اجتماعی و خیریه استفاده میشه. اونا باید خونه رو خالی کنن و یا شرایط دین رو قبول کنن. پس برنارد تصمیم میگیره انجمن تشکیل بده و همه میتونن عضو این انجمن بشن. میچ اولش قبول نمیکنه، اما بعد نظرش عوض میشه. میچ به عنوان پدرخوانده انجمن شناخته میشه. اون سعی میکنه تعادل زندگیش به هم نخوره. خیلی از آدمای اطرافش میخوان عضو انجمنش بشن. این انجمن برای افرادیه که حوصله‌شون از زندگی یک نواخت سر رفته و دنبال خوشگذرونی و عشق و حالن. میچ با رئیسش آقای گولدبرگ جلسه داره. میفهمه دارسی دختر رئیسشه. دارسی دانش آموز سال آخر دبیرستانه. میچ خیلی خجالت زده میشه. همه جا پخش شده که میچ با اون توی مهمونی خوابیده و خلاصه عقب و جلوشو زده. اما اون انکار میکنه. یکی از پیرترین های عضو انجمن به اسم بولو وسط جشن تولدش فوت میکنه. تو مراسم خاکسپاری بولو زن فرانک به شوهرش میگه میخواد ازش جدا بشه. اون مجبور میشه پیش میچ زندگی کنه. میچ نیکول و بچه‌هاشو برای تولد پسر برنارد دعوت میکنه. نیکول با دوست پسرش مارک میاد. میچ ناراحت میشه چون فکر میکنه اون سینگله. میچ مچ مارکو وسط عشق و حال با یه خدمتکار میگیره، اما به نیکول نمیگه. مارک نامردی میکنه، به نیکول میگه میچ داشته عشق و حال میکرده. بعد میچ و نیکول میرن قهوه بخورن. وقتی نیکول درباره انجمن خبردار میشه، رابطهش باش بد میشه. دارسی و دوستش میان به همون کافه. نیکول فکر میکنه میچ به دختره کم سن و سال علاقه داره و از اونجا میره. دین وقتی میفهمه قوانین انجمن رعایت نشده، تصمیم میگیره اونجا رو ببنده. دانشجوهایی که عضو این انجمن هستن در خطر اخراج شدن از دانشگاهن. میچ با دوستاش تصمیم میگیرن کاری مفید دیگه ای انجام بدن که انجمن باز بشه. اونا موفق میشن کاراشون رو انجام بدن، اما دانشگاه با باز شدن انجمن مخالفت میکنه. دین به یکی از دانشجوها رشوه میده تا مجوز انجمن باطل بشه. فرانک ثابت میکنه دین رشوه داده و آبروش میره. بعد اون رسوایی از دانشگاه اخراج میشه. مجوز انجمن صادر میشه و به خونه دین منتقل میشه. نیکول میاد پیش میچ تا درباره رابطهشون حرف بزنن و با هم آشتی میکنن. فرانک میشه رئیس انجمن. قسمت آخر فیلم میبینیم که مارک تصادف میکنه و میره به بهش پیش بولو. فرانک از میچ تشکر میکنه چون زندگیشو عوض کرده. فرانک و هایدی رو میبینیم که توی سوپرمارکت همو میبینن. هایدی اونو به خونش دعوت میکنه. فرانک هم از خوشحالی سیخ میکنه و اینجا فیلم تموم میشه. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.